بسم الله الرحمن الرحیم. سی سال است تقریبا جمهوری اسلامی با این موضع گیری شاخص تاریخی خود در مقابل سلطه‌گرانی که همه دنیا رو در واقع متعلق به خود می دانن ایستاد. رژیم آمریکا در این منطقه سلطنت می کرد. خاورمیانه ها انداز مستکبرین و دولت مردان آمریکایی بود. ایران که نگین خاورمیانه و مرکز جغرافیایی این منطقه است زیر نفوذ آنها بود. انقلاب آمد، همه این اوضاع رو در هم زد. نظام جمهوری اسلامی با رشادت در قلب این معرکه ایستاد. مسئله عوض شد. امروز شما نگاه کنید، خاورمیانه نمایشگاه ناکامی آمریکا و شکست‌های آمریکا است. هر کاری که توانستند برای جلوگیری از رشد نظام اسلامی و قدرت یافتن نظام اسلامی به کار بردن. اگر شما تصور کنید یک ضربه ای می توانستند بزنند و نزدند، خطاست. هر کار می توانستند کردند، هر کار نکردند چون نمی توانستند. اما جمهوری اسلامی در مقابل جنگشون، جنگ تحمیلیشون، تهاجم دزدانشون، تحریم اقتصادیشون، جنگ روانیشون، تبلیغاتشون، هیاهو و جنجال و قرشمال بازی هایی که علیه جمهوری اسلامی در دنیا به راه انداختن، در مقابل همه جمهوری اسلامی به پشتیبانی این ملت بزرگ و رشید محکم ایستاد. ایستاد نه فقط به معنای این که توانست خود را نگه دارد و نابود نشود، بلکه به معنای این که روز به روز بر قدرت خود افزود. منزلت آزادی و استقلال را کسانی بیشتر می دانند که برای آن جنگیده اند. ملت ایران با جهاد 40 ساله خود از جمله آنهاست. استقلال و آزادی کنونی ایران اسلامی دستاورد بلکه خوناورد صدها هزار انسان والا و شجاع و فداکار است. غالباً جوان ولی همه در رتبه های رفیع انسانیت.